تبرسی در کتاب احتجاج نقل میکنه از با سند از ابو حمزه سومالی ابو حمزه سومالی از ابو خالد کابلی که از اصحاب خاص امام زین العابدین سلام الله علیه بوده امام زین العابدین میفرماد ای ابو خالد قیبت به وسیله دوازدهمین جانشین رسول خدا ممتد میشود یعنی طولانی میشه غیبت بعد فرمود که ای ابو خالد مردم اون زمان مردم اون زمان مردمی که معتقد به امامت امام زمان باشند و منتظر ظهور اون بزرگوار باشند از مردم تمام زمانها بهتره فرمود ای ابو خالد خداوند تبارک و تعالی زیرا خدای تبارک و تعالی به اونها اونقدر عقل و فهم داده که غیبت در نزد اونها حکم مشاهده رو داره یعنی کما اینکه که مردمی که معتقد به ولایت امامت و امام زمان سلام الله علیه هستند و منتظر ظهور اون بزرگوار هستند غیبت در نظرشون مانند مشاهده است که نه امام رو میبینند همونطوری که اگر امام امام رو مشاهده میکردن امام رو میدیدند و او ایمان داشتن الان هم که از نظر اونها قایبه اونها ایمان دارن و اعتقاد دارن و برای ظهور حضرتش دعا میکنند و فرجش رو از خدا میطلبند بعد فرمود خداوند تبارک و تعالی اونها رو مانند کسانی قرار داده که با شمشیر پیش روی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علیه دشمنان دین پیکار میکنن یعنی در حقیقت اعمال اونها با اینکه حالا جهادی در پیش نیست ولی خدای تبارک و تعالی ثواب جهاد کسانی رو که به امر پیغمبر و به حکم پیغمبر در پیش رسول خدا علیه دشمنان دین, دین پیکار میکنن سباب چنین کسانی رو به اونها عنایت میکنه فرمود ابو خالد آنان مخلصین حقیقی و شیعیان راستگوی ما هستند که مردم رو در نهان و آشکارا به سوی دین دعوت میکنند